دانا سعیدزاده، روزنامه‌نگار و عضو هیئت مدیره کولبرنیوز از عراق با ماست. آقای سعیدزاده، چه مواردی در خصوص این مستندسازی تهیه گزارش سال 2022 مد نظر تهیه کنندگان این گزارش قرار گرفته و ناظر به چه جزئیاتی اساساً این گزارش؟ با درود به شما مخاطبان عزیزتون، همینطوری که شما اشاره کردین، گزارشات سالانه کولبرنیوز به صورت دوره‌های 6 ماهه و 1 ساله به نسبت سال میلادی و شمسی در وبسایت کولبرنیوز منتشر میشه که شامل جزئیاتی از جمله تعداد کولبران کشته و زخمی شده و نحوه و محل کشته و زخمی شدن این کولبران هستش. همینطور هم که شما اشاره کردین، بیشتر کولبران بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدن و این یک موردی هم هست، مورد انفجار مین، سقوط از ارتفاع، غرق شدن، سقوط بهمن. اینا مواردی هستن که بر اثر اون کولبران یا جونشون رو از دست میدن یا مجروح میشن. و همینطور اسامی کولبران و محلی که اونا دچار حادثه میشن، این ارزیابی رو به ما میده که در چه مناطقی کولبری پراکنده هستش و رواج داره. با توجه به آماری که ما در سال 2022 ثبت کردیم، در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه کولبری رواج داشته و استان کرمانشاه با تعداد 139 کولبر بیشترین آمار کولبران کشته و جانباخته در اون ثبت شد. آقای سعیدزاده، یه نکته که در این گزارش وجود داره این هست که در 3 ماه گذشته آمار صدمات و تلفات بسیار کم شده در میان کولبرها. این دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش این هستش که بعد از خیزش انقلابی مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی، فشارهای زیادی بر مردم مناطق مرزی وارد شده، ایست بازرسی هایی را به سمت مناطق مرزی ایجاد کردن، محدودیت هایی را ایجاد کردن، حتی در بعضی از کانال های سوشیال میدیا، در سوشیال میدیا محلی در مناطق مرزی نیروهای سپاه پاسداران اطلاعیه هایی را دادن که مردم بومی و کولبران از رفت و آمد به سمت مناطق مرزی پرهیز کنند و در صورتی که به سمت مرز برند، چه کولبران چه مردم بومی، هر حادثه‌ای که رخ بده مسئولیتش متوجه خود مردم هستش. همین مسائل باعث شده که بخشی از اون سیستم سیاست سرکوبی که سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی بر علیه مردم ایران علی خصوص کردستان روا می‌داره، باعث شده که با وجود این محدودیت‌ها کولبری هم امکان پذیر نباشه در حقیقت برای مردم، اونم با این وضعیت اقتصادی و معیشتی که در حال حاضر در ایران وجود داره. آقای سعیدزاده، همیشه در این سال‌های اخیر همیشه به خبرساز بود اتفاقاتی که برای کولبران رقم می‌خورد. مستندسازی این داده‌ها چه تأثیری می‌تونه رو جامعه داشته باشه؟ واقعیتش این هستش که کولبران جزء قشرهای ضعیف، یعنی ضعیف‌ترین قشر جامعه و جزء فرودست‌ترین قشر جامعه هستند. این آماری که ما اینجا ثبت می‌کنیم یه مقایسه‌ای رو به مخاطبان میده، یعنی ما به نسبت سال 2021 حدوداً 17% تعداد کولبران کشته و جان باخته افزایش پیدا کرده و این نشون میده که، یعنی دو تا مسئله رو به ما نشون میده. یکیش این هستش که با توجه به اقتصاد رو به زوال جمهوری اسلامی و فشار اقتصادی و بیکاری که در کل ایران علی خصوص مناطق مرزی و کردستان وجود داره، تعداد افراد بیشتری به کولبری رو میارن و از یک سوی دیگر خشونت بیشتری که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در ادامه همون سیاست سرکوبشون بر علیه کولبران انجام میدن، این باعث میشه که کولبری، البته نه به عنوان یک شغل، چون نمیشه اونو یک شغل اونو شناخت، بلکه به عنوان یک پدیده واقعا جان بسیاری از مردم رو که به خاطر معیشتشون مجبورن رو به کولبری بیارن به خطر انداخته و این گزارشات ما میتونه تا حدی صدای این کولبران و ارزیابی از داده هایی که ما ثبت میکنیم به نسبت حوادثی که برای کولبران پیش میاد، اینو هم به مردم ایران برسونه، هم به گوش مردم همه جهان برسونه.